خب قبل از اینکه بخوایم یه مقدار عمیق‌تر بشیم توی دنیای دیویدی استودیو پرو بد نیست با هم یه دیویدی رو به صورت کامل آنالیز بکنیم این مرحله از کار ممکنه نظر شما خیلی تکراری به نظر بیاد و خیلی بیمصرف ولی بهتون قول میدم که همین کار خیلی میتونه کمکتون بکنه و جلو خیلی از اشتباهات رو میتونه بگیره به محض اینکه ما یه ای دیویدی رو توی دیویدی پلیر میذاریم و شروع میکنیم پلی کردن اولین چیزی که ما اینجا میبینیم اون فیلم معرفی و فیلم شروعی اون کمپانی و اون دیویدیه پس اگه بیایم اینجا اولی مرحله فیلم معرفیه بعد از اون ما یه فیلم میبینیم که پخش میشه از یه نقطه شروع میشه تا به منوی اصلی دیویدی میرسیم همونطور که می‌بینید الان دکمه ها هایلایت شدم و من میتونم هر کدوم از اونها رو که خواستم انتخاب بکنم پس مرحله دوم فیلم فیلم منو همون چیزی که اول این اتفاق ما دیدیم و مرحله بعدیش منوی اصلی همونطور که شما میدید من اینجا یه سری فلش درست کردم که نشون میده این فیلم از اینجا وارد این فیلم میشیم و از اینجا وارد منوی اصلی میشیم بر نمی گردیم علت اینکه این فلش ها و این دکمه ها رو من درست کردم یک چیز خیلی خیلی مهم توی دیوی دی استودیو پرو که حالا بعدا توی درس های بعدی با هم میبینیم فقط الان توی ذهنتون این نوع کانسپت و این نوع تفکر رو داشته باشید که فیلم شروع فیلم منو خود منو خب حالا اگه من توی منو دیویدی نگاه بکنم این دیویدی دیویدی هوش مصنوعی استیون اسپیلبرگ سپیلبرگ که فکر میکنم خیلی از شما دیده باشید دو که ما اینجا داریم یکیش پلیه شروع به دیدن فیلم و شروع کردن فیلم سین ایندکس یا همون صحنه‌های مهم و صحنه‌های کلیدی آدیو یا همون تنظیم صدا ساب تایتلز تنظیم زیرنویس و کریتینگ ای آی که اینجا در واقع پشت صحنه ماست پس اگه ما بخوایم اجزای دیگه یه دیویدی رو بررسی بکنیم ما یه پخش فیلم داریم همونطور که شما بینید ما از پخش فیلم باید بتونیم به منوی اصلی برگردیم یعنی من اگه اینجا پلی رو بزنم و فیلم شروع کنم به پخش شدم من مثلا تا اینجا رو ببینم هر وقتی خواستم باید بتونم دیویدی منو رو بزنم و دوباره به همین حالت برگردم از این مرحله به بعد یه چیزی دیگه که ما داریم سن ایندکس یا همون چیزی که دقیقا اینجا شما به عنوان دوم توی این دیویدی میبینید بعضی از دیویدی ها توشون چپتر منو هم هست هر دوتا اسم استفاده میشه طبیعتا ما میخوایم فارسیش رو مدل سازی بکنیم استفاده بکنیم فکر کنم همون صحنه های اصلی مناسب ترین گزینه باشه براش ما اگر وارد صحنه های اصلی بشیم شما میبینید که اینجا به صورت لیست دیده میشن و من از صحنه های اصلی هم باید بتونم به منو برگردم همونطور که میبینید یه فلش دو طرف است یعنی هم از منو بتونم بیام توی سن ایندکس و هم از سن ایندکس بتونم برگردم توی منو پس اینجا من هم باید بتونم مین منو رو انتخاب بکنم هم سن ایندکس رو داشته باشم یه رابطه دو طرف است حالا از اینجا هم هر کدوم از اینا رو که خواستم بی... بتونم انتخاب بکنم مثلا 5 تا 8 و فرزن این رو بزنم و بتونم فیلم رو ببینم پس پخش فیلم هم باید ما داشته باشیم و امکان پخش فیلم هم داشته باشیم اون صحنه که انتخاب کردیم رو روش کلیک بکنیم و فیلم پخش بشه این هم پس یه نکته دیگه است دوباره من از پخش فیلم باید بتونم به منوی اصلی بیام پس یه بار دیگه روی دیویدی منو کلیک میکنم و برمیگردم به منوی اصلی قسمت دیگه که من اینجا میبینم آدیو و سابتایتل زیرنویس و صدا تنظیمات زیرنویس و صدا هم همونطور که میبینید یه دیویدی میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه اینجا ما اگه بیایم توی تنظیمات صدا شما همونطور که میبینید اینجا تنظیمات صدا بر من لیست میشه من باید بتونم از تنظیمات صدا برگردم توی منوی اصلی همونطور که شما اینجا میبینید مین منو گذاشته شده شما میتونید از منو وارد این قسمت بشین یا از این قسمت توی منو برگردید و اگر روی هر کدوم از اینها شما کلیک بکنید اون انتخاب میشه خود سیستم این DVD به این صورت نیست که شما بتونید مستقیما فیلم رو پخش بکنید و پلی بکنید ولی این قابلیتی که میشه توی دیویدی گذاشت این دیویدی حالا این خاصیت رو نداره شاید یکی از دلایلش اینه که مال سال 2001 و خیلی قدیمیه ولی طبیعتا شما هم باید بتونید از تنظیماتتون به منو برید از منو به تنظیمات و یا از تنظیمات مستقیم فیلم رو پخش کنید چرا که ممکنه شما بگین خب حالا من که صدای مد نظرم رو یعنی زبان مد نظرم رو انتخاب کردم که فرزن انگلیسی 5 و یک هست دیگه باید بتونم با کلیک کردن روی همین برم و فیلم رو ببینم چرا دیگه نیاز باشه به خود منو برگردم علایه حال یکی از مراحل دیگه که شما دارید هم همین تنظیمات صدا و زیرنویسه قسمت بعدی که ما داریم که توی بعضی از دیویدی ها باز هست توی بعضیشون نیست پشت صحنه های ماست اگر اینجا شما دقت بکنیم ما که یک Creating AI داریم که همون پشت صحنه های ماست ما من اگر روش کلیک بکنم شما همونطور که میبینید میتونم وارد پشت صحنه ها بشم و پشت صحنه ها شروع کنم به پخش شدن اگر من اینجا یه رایت کلیک بکنم روی دیویدی دی مینو دور برگردم همونطور که شما میبینید از پشت صحنه ها من میتونم بیام توی دیویدی دی منوی اصلی و از منوی اصلی به پشت صحنه ها نیاز نیستش که من از پشت صحنه بتونم فیلم رو ببینم از پشت صحنه بتونم سن ایندکس رو ببینم یا از پشت صحنه بخوام زیرنویس و صدا رو تغییر بدم طبیعتا یه رابطه یه دو طرفه بین منو و پشت صحنه کاملا کفایت میکنه و ما میخوایم قاعدتا فیلممون تموم شده دیدیم و حالا لذت بردیم حالا میخوایم این پشت صحنه رو ببینیم میتونیم بیایم توی قسمت پشت صحنه ها خب این نوع ذهنیت و این نوع کانسپت رو و این فلش ها و این آیکون هایی که اینجا میبینید رو ما توی ذهنمون داشته باشیم تا توی درسهای بعدی من خدمتون بگم که اصلا استفاده از اینها به چه صورت هست